تویت خان. پادا بلوچستان. داستان زندگی او این بود: 5 سال و سپس 1 گلوله. به همین سادگی. کودکی با چشمانی زیبا که از سفره انقلاب گلوله سهمش است. سهمانها از سفره نفت و گاز این مملکت تبعیض بود و فقر و گلوله. آری، در این جغرافیایی که کودکان بلوچستان بی‌پناه ترین هستند. اگه این کودک افغان، سوری یا هر جای دیگه بود، ایرانیان همیشه در صحنه شروع به نوشتن می‌کردند. با هزاران آب و تاب. حالا این کودک بلوچ ماست، این مادر ماست، هموطن ماست. مرگ برای همه روزی میرسه. چرا ایستاده نباشه این مرگ؟ چه بر سر ما آمده که این چنین بیرگ شده ایم؟ هرگز تماشاگر بی‌عدالتی، ظلم و حماقت نباشید. به دنبال استدلال و مجادله به خاطر خود آنها باشید. قبر زمان زیادی برای ساکت ماندن فراهم خواهد. دیگر بحث سکوت نیست. دزد مسلحی به خانه زده که به صغیر و کبیر رحم نمی کند. حق دفاع برای مردم بلوچ محفوظ است. در نظام فسیلان ولایت فقیه، فرصت زندگی او فقط 5 سال بود. برسانید به دست ضحاکی که از گریه کودک آمریکایی متأثر می شود. نفاق سر ریشه وجودت است. به حکومت منحوست پایان خواهیم داد. میثم جان، تو پاک و معصوم کشته شدی. انتقامت را با براندازی رژیم خواهیم گرفت. جواب آتش، آتش است. جواب این همه خون، برداشتن سلاح است برای سرنگونی.